در نتیجه تهدیدات امنیتی و اختلافات بین مخالفین مصالحه دولت، اطفال زیر 5 سال و ولسوالی پشرود فراز واکسین پولیو محروم ماندند. رئیس ساتامه فرا میگوید در نتیجه ادامه نبردها و مخالفتها بین طالبان مصالحه، این بار کمپاین واکسین پولیو در ولسوالی پشرود فرا تطبیق نشده است. اما وی تاکید میکند برای حل این چالش ها با میانجیگری بزرگان قوم و عالمان دینی با طالبان مصالحه تلاش ها جریان دارد. این گزارش را همکارم خوشحال زلاند از ولایت فرا فرستاده است. طالبان مسلح در ولسوالی پشترود ولایت فرا مانع تطبیق واکسین پولیو شدند. رئیس سرتامه این ولایت میگوید در جریان چند روز گذشته در تمام ولسوالی های این ولایت به جز ولسوالی پشترود کمپاین تطبیق واکسین پولیو انجام شده است. دکتر عبدالجبار شایق رئیس سرتامه فرا میگوید واکسین پولیو در نتیجه ادامه درگیری ها و اختلافات بین طالبان در ولسوالی پشترود تاکنون تطبیق نشده است. او میگوید طالبان مسلح میخواستند که واکسین تنها در مسجد انجام شود و زمانی که آنها با این خواست طالبان مخالفت کردند، آنها مانع تطبیق آن شدند. پشترود ولسوالی که بنابرای چه برای ناامن ولایت و اکثر ولسوالیانی که جبل روان و برای که بنابرای امنیتی محفوظات اقصاب نده. اما او تاکید میکند برای حل این موضوع با میانجیگری بزرگان قومی و عالمان دینی ولسوالی پشترود تلاش های آنان جریان دارد که اطفال زیر 5 سال ولسوالی پشترود نیز در برابر مرض خطرناک فلج واکسین شوند. پشترود که دست مشکل پیدا شده و چه مخالفین ویدو چه باید کور پر کور واکسیناتوران و نگرزی و در از موش در گایلانو مخالف کرده بیا هم از موش نمایندگان هلتا تک را تک داری چه در مشکل و کولش رو پدر نجدی و روزی که حل که هلتا خیر واکسین داری. عدم تطبیق واکسین پولیو در ولسوالی پشترود فعالین مدنی فراه را سخت نگران ساخته است. فعالین مدنی فراه واکسین پولیو را تنها برای نجات اطفال معصوم از مرض خطرناک فلج می دانند. در چه تستون زده مشران پر مابین زکست یاد دی خواه یاد آخواه زبیام هیل ارسا کن چه در خور مشکل پایت ورسی زکا در گرچه چه در طول ولسون در پارده او در یو مردمی یا وگرنیز چاره در یو پروگرام در چه اگر با تا واکسین در اطفال در پارده بکیر. مسئولین در این ولایت میگویند در جریان این 2 روز واکسین پولیو بیش از 50,000 کودک واکسین شده است. چند سال گذشته با شناسایی 1 مورد فلج اطفال، نگرانی مسئولین صحت عامه و باشندگان این ولایت از این بیماری بالا گرفت.